امضای برجام پیامش مستقیم خط یک نباخ به من اینه که حسینی ما دیگه نمیخوایم تبدیل کنیم، برو سراغ تغییر رژیم. خب تو ممکنه این سوالو بکنی بگی حسینی خب ما حالا اومد و برجام امضا نکنیم، چه تضمینی وجود داره که بعد از اینکه برجام امضا نکردیم دو سال بعد ترامپ اومد بالا و قتل عام شروع نشه، تغییر رژیم با کشتار ما شروع نشه؟ چه تضمینی وجود داره؟ ما همچین تضمینی به شما نمیدیم. ما منطق رو داریم میریزیم وسط. ببین پسر خوب، اولا که اومدن ترامپ دلیل بر این نیست که شما از دو تا گروه میترسین دیگه، ابتدا از اپوزیسیون رو یه سات میترسین، برای شما از مجاهدین خلق دیگه، رضا که وسط بیچرخه کاری به کسی نداره، بکش پایین چشم، بکش بالا رضا چشم، رضا دیگه نکش شلوار ملق رو چشم، هر کاری بگی میکنه دیگه. اپوزیسیون خارج از کشور وجود نداره که، با هم داریم شفاف یک بار داریم با هم حرف شفاف میزنیم، داخل کشور که اپوزیسیون وجود نداره که. مشتبه واحدی زیر عناصر کروبی بود، الان زیر عناصر سلطنت طلب است، میخواد امشب بغل یکی باشه. از مشتبه واحدی که چسبیده مماس داخلی به کروبیش، یکی از آدم های خیلی زحمت کش اون موقع که هنوزم تو حصر بود، اینطوری رو حواس تا برس امیر ارجمند و سایت کلبه، هممون میدونیم. ببین بازی ها رو داریم دیگه، میگم مردم رو فرض کنیم نمیفهمن، من کار به اونا ندارم میفهمن یا نمیفهمن، ما داریم هم با هم داریم شفا برف میزنیم که من میخوام به شما بگم آقا برجام امضا نکن، اما چیکار میشه کرد؟ یه راه حل دیگه. پس اگه برجام رو امضا کنی یعنی رفتی باید جاسوس های انگلیس و آلمان و فرانسه رو نگهداری، هیچ غلطی نمیتونی کنی راجع به خاتمی، دست به هاشمی بزنی پدرت در میارم، مگه در نیاوردن؟ وارد هر مقوله بشی فرانسه بیا حمله میکنن. پس بیناموس ابد بیناموستر از دموکرات های آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیسی ها داریم؟ نداریم واقعا، هم خود میدونم من اند لجن هم اند کسافت هم. اند بیناموسی هم.